فهمیدن چرا نمیرسی؟ مالا در بدر کردی؟ رسیدی به خط قر نزن کارگه به خط بد اخلاق بفرما همینجاست سری بپرین همه اینا رو بذاریم پشت در بریم وانت خالی کنیم اوستا بجام دیگه وانت یه ساعتی میگیره ها بریم بچه ها سریع بریم وانت خالی کنیم موازم سرم نگاه بشه کنه لپر میشم داد نزن همسایی ها بیدار شده جان. بله امروز حقیقتش بچه ها صبحانه نخوردن کدوم کار فرمایی ساعت 8 صبح به کارگر صبحونه داده که من دومیش باشم خانم جان اولا چقدر عصبی دومان امروز جمعه است با روز عادی خیلی برو 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 کار تو انجام بده حالا اگه این واکت برای همین بگیرم صبحونه و نهارتون یکی کنید اینم که نیمت این راهنده وانتون میگه چی کار کنم امروز جمعه است وایسم یا بازم کار داری نه خیر واسه من کار دارم باید برم جایی بودو بهش فکر کنی همه تمام راه ها مسدود است خاک بر سر تو با اون راه های مسدوده ببین اوسا الان که مهندس اومد در وا کرد این خیلی تو پرتا رو سریع میبرید تو فهمیدی چی میگم درم میبندین هر کی هم اومد گفت چی کار میکنین جوابشو نمیدین فهمیدی چی گفتم؟ برو خانم جا هفته رو گم کردی امروز جمعه است مامور که بیداش نمیشه برو به کارت برس چقدر بد اخلاقی تو دیگه سلام علیکم سلام صبح بخیر میخواستی الان نیای تو ترافیک گیر کردم ساعت 8 صبح ترافیک کجا بود؟ بگو خواب موندم دروغ که نمیگم که توی ترافیک گیر کردم داشتیم تو مدرس میومدیم تصادف شده بود یه پیکانه زده بود به یه پژوئه پیکانه تا شیشه جمع شده بود پژوئه هیچی نشده بود مردم هم که ماشاءالله همه کارشناسن ریخته بودن داشتن تماشا میکردن و نظر میدادن تازه من رفتم به پژوئه گفتم که آقا جون ماشین شما که چیزی نشده ایشون از پشت به شما زده ایشونو بذاریم بره راه باز چه مردم زندگیشون برسن میگه مگه تو کارشناس برو این کارت الان ترافیک کن صدای منو بلند کردی تو در همسایه برو درو کو بزن اینا آشغالا رو ببرن تو بیا ببینم بیا حالا ببینم بگید این یه خورده پول پرید باش شاید لازمه بشه ببین یه چیزی هم بگید بده به این بدبخت بیچاره ها بخورن چشم حلیب خواستن چی خواستن؟ حلیب چشم منشون حلیم بگیر برو دیگه ببین بیا یادم رفت من کار دارم میرم یه جایی بر میگردم بله ببین اینا که رفتن تو در میبندی هر کی هم اومد گفت اینجا چه خبر است و جواب ندید فهمیدی نباید کسی بفهمه ما اینجا چیکار میکنیم آها پس نباید کسی بفهمه که ما اینجا چیکار داریم بله هر کی بفهمه میره زیر پله خونه‌شو سوراخ میکنه یه دونه کپسول میذاره توش بله راست کپسول یه چی شد باش صحبت کردم گفت زور میاد اینجا بعدش هم پولم میخواد پولم میخواد بله. میدونم من خودم زور بر میگردم باش. کار نداری؟ نه برو زود باش اینا رو ببر تو خدا نخوری زمین گندمای حلیم تو بود اینجا به کوی ما خون رفت ببر تو مغازه من بخوام چی میگی حلیم کجا بود رو امروز که جامعه هست بگه بکر صدای چیه این صدای چیه صدای تا قطوق چیه همین عین نواره اولش بوم بوم میکنه آخرش هم کیستی زدن درست میشه نه نوار نیست با اکیه نه داره میلرزه نوار که خونه رو نمیلرزه باشه این چیه حالا من صدا کدوم بره نمیدونم برو ببین کدوم بره حالا مغازه مغازه بخرم نکنه بابا چه تو شده خوابم پرید از طرف مغازه نیست ببین برو این موقع دیگه اگه مأمور فرمان بود دست به سرت میکن مثل اون دفعه رو ندید تو آبی بفرمایید خواه چیه میگید تو حکم ببین حکم داشتن را بده تو خواه اگه مأمور بخواه بیا که زنگ میزنه دیوار کنیم یک دو خواه تو سره ببینید چرا خاک سفید مأمور در زد اومد مأمور با بولدیزر اومد برو تا بولدیزر نه بلا مأموره بلا خودت برو همین چی تحویل بده اصلا به تخفیف هم میدن من رو وزیم برمیم خود جمع شدیم تو برو برم برو
رفتم. ببین دست بسه تو خواب آخه مأمورات تو خواب سلام علیکم بریده. سلام علیکم. کاری داشتین؟ گفتم کسی دمیاد اگه کاری کمه که حدق خدمت دوم باشم. شما منزل اینجاست؟ منزل اینجا نه من داشتم رد میشدم. رد میشدین. خب بفرمین رد بشین دیگه اینم پیاده رو. بفرمین. گفتم که اگه یارو وا کنه که یه چیزی هم کوفتم کنیم گوش نمه. آها نه این آقا جمعه باز نمیکنه. شکمش سیره جمعه تعطیله. شما هم تشریف ببرین یه جا دیگه غذا میل کنید. شما خودتون جمعه کنین یارو شکمش سیره. بله همسایه مثلن که میدونیم دیگه. بفرمین. آها همسایه دونه. بله با اجازه. قربان شما. مطمئنی؟ بله. اسمراد یه لقب یه دنده در درو مونس خانم راست میگفت تو این محل مثل اینکه فضول زیاده هر کی اومد در زد نکن دارم با حرف میزنم هر کی اومد در زد درو باز نمیکنی منم که کلید دارم فهمیدی برو سر کار حرفت تمام شد آره تو خیلی تاریکه یه لامپ 200 بگیر اصلا دارم میرم لامپ بگیرم برو بگیر بگیر بفهمی سر کار دارم میرم دیگه برو رابانی چی با خودم بودم بابا خلام شاه خلام 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 جان 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 منه تنهایی درست مثل آدم دفت مردم گفتم مامور خب بگو جونم چی شد خلام قلط نکنم که این توی خبرایی خب یه جوونه که اومد دم در همچنان مشکوک میزد ولی مامور نبوده خب مامور نبود خودش آره مامور نه اون تو زن چیکار میکنم نفهمیدی؟ من که نفهم خلام تو شماره دکتر مراد خانی نداری؟ یه زنگ بزنی بگیم یه جماعتی ریختن تو مرکش زن دکتر که چند سال اینجا رفت داریمه گوشو تو گوش کن اینه دارم یه جایی رو میکنم صد در صد دارم میکنم فهمدم خلام بگو بگو چونه تو اینه دنبال زیر خاکی هم خاک تو مستر خدام دارم دیوار رو میکنم زیر زمین زیر خاکی زیر مگه فرق هم میکنه سلام قماندست سلام علیکم سلام علیکم جانم کپسول آوردم بی زحمت کمک کنیم میبینمش داخل لوله هاشم هست کپسول مهندس کپسول بگو دست یاد بگو مهندس آقا قربونه قدرت اینجا که لوله کش گاز شده بس. چه کسی دست روی کپسول نده شما آقا فرشدی نه ولی من مهندس فرق نمیکنه آشنا مگه امری داریم بگی این مطلب دکتر درش کدو همونه بزنید در وا میکنه روزون لهجت فهمید مهندس آقا فرشاد واکن منم کپسول آوردم چیکاره سلام سلام حالت خوبی قربان شما این کپسول آوردم بگو بیام ببرمش داخل کپسول آوردی وسط بیا دیگه بیا آقا زحمت کشیدی کپسول آورده خب کپسول آورده آره داغون نکرده برداریم بیاری داغون نکنی نه جای کپسول آماده کردین یه سوراخ تو دیوار باید کردیم خب ولی ما شما زحمتی نیست بری شما هم با خودمون بس میکنیم اون که چیز پیچیده نیست مهم لوله هاشه حالا من خودم میام یه نگاهی میندازم آقا مهندس جونم وایسادی چشات ماشین من باشه جره سقیل نبره من همین الان برمیگردم خودت اونجا هم باش شما بفرما اینو نش کنید دیگه بیا این و سری دیگه بعد دم بشتمانه آقا بفرما چکرین نره نگاه الافا چکرین بیا بریم تو خبر مبرایه بیا بریم تو موافقه بدو ولی تو برو من علیه میام چیکار داری تو اینجا؟ میشه بگی؟ میگی ندیدی یارو بیچاره ماشینش رو سپرده به مکه مواظب باشم که جری سقیل میاد میبرده همین همین بهش میگه آه یادم رفا خود تو برو من علیه میام خواهی مواظب ماشین باشی بازم
بذار. اینا دارن دیوار رو سوراخ میکنن، درسته؟ خاکی چی؟ الان میگم پس چی. ببین دیوار رو دارن سوراخ میکنن، کپسول اکسیژن هم دارن، نتیجه میگیریم. دیوار سوراخ به علاوه کپسول اکسیژن میدهد، میخوان یه جایی رو منفجر کنن. خدا منفجر؟ غلط کرده. خب اگه منفجر بزنه همون شیشه مغازه هم میاد پایین. ساکت وایسا، وقتی من دارم کنکاش میکنم مغازه تو اصلا بیخیال شو. وایسا ببین پشت دیوار چیه؟ بگو به من. 10 سال اینجا زندگی میکنم. خب بانگه. خب بانگه. این هم موقع بگو زود. پشت بانگ. دیوار بانگ. بانگ. خب کپسول اکسیژن سوراخ و بانگ میدهد. اینا میخوان گاف صندوق منفجر کنن و سرقت رو بندازن. سرقت کنن. تمام. کار من تمام. خب زنگ بزنیم سریع. یه چیز دیگه. خاک تو سرت. میدونی چرا؟ چون ما خلافکاریم. سوپر خلافکاریم. تو میخوای زنگ بزنیم. بیا اینجا. خب من تو نه بیا یه دقیقه. خب نزن حالا. ببین ما خلافکاریم. تو داری زنگ میزنی پلیس 110 با دست خودت پلیس رو میکشی اینجا، دفعه دیگه با دست میزنم گوشی رو میزنم تو سرت. خلاص یعنی تو میگی ما دست دست بزنیم که اینا سرقت کنن بره؟ خب اونجا بانک، من تو بانک حساب دارم. آروم بدون داد بگو چقدر اگه رود میشه. 38500. بزنم دوباره؟ خب گلم من 6 به دوندگی کردم که این وامم رو بسنم. حالا اگه سرقت انجام بشه که من 6 به دیگه باید دوندگی کنم که عزیزم میزنه. قرونت برم وامتو من بهت میدم. بده. میدم حالا. زنگ نزن خود اینو بده من. یه دقیقه دندون رو جیگر من نذار، رو جیگر خودت بذار. من یه نقشه دارم. بشین خب حرفم نزن. زحمت کشیدی دست درد نکنی. آقا فرشاد بگو درجه از 60 بالا نره. چشم. دور لولان هم خوب بگیرین که نشت نکنه. روی چشم. اگه چند لحظه بای میسری خودش میامد. رفته تا لاله زرد چند تا لم بگیره بیاد. خیلی ممنون. من دیرم شده بعد برم یه جایی. حالا آقا دکتر دو تا آدرس بده بعد اونجا هم سر بزنم. خدا حافظ شما. خیلی نازنینی. دست درد نکنه. بله سلام. خیلی داشتی؟ با خودشون کار داشتم. خودشون منم. امرتونو بفرمایید. شما با اینا این؟ بله منم با اینا. چه فرمایشی داری؟ هیچی، خواستم تبریک بگم بهتون. مرسی. خیلی کارتون درسته. خواستم خواهش کنم که اگه ممکنه این انگوش کوچیکی منو بگیرین. ببینم؟ نه نبینین، بگیرین. یعنی ما هم هستیم. هستین؟ بله. خب باشی. باشینیم. باشین. خانم دقت کردید اخلاقی رو تنزل کرده؟ ما بچه که بودیم همسایه بغلی مثلا یه آشی چیزی درست میکرد میگفت الهی بمیرم بوش به یه زن بارداری آدم گرسنه‌ای کسی نخوره ببرم یه 10 تا همسایه اون ورتر رو براش. حالا شما آشی به این خوشمزه‌ای درست کردید بوش میاد اونجا. بیا باشقابم به ما بدید. قیافت که به بدبخت بیچاره ها نمیبره. چه؟ حامله هم که نیستی شکر خدا. حواس آشم که کرده. آش دوست دارم. این مغازه یه ساعت دیگه وام میکنه. اینجا هم حلیم داره هم آش. نه اونو نمیگه. میفرمین اینجا. مادر من. خوب گوشتون رو بسکنم. من اگر پسری مثل تو داشتم خودم میکشتم. دو تا یکشو گرفتم یه صفر مونده. مثل آدمیزاد حرف بزن بفهمم چی میگی. میخوام بگم از اون چیزی که از اون اتاق دارین در میارین به دست میارید یه بخشیش هم باید به ما برسه. بله من تازه تنها هم نیستم، دوستم هم سهم داره، دوستم خیلی گنده است، سهمش هم زیاده. دیرم برسم اومده این درو کنده خونه. برو گم شو ببینم نکبت. بفهم. ای میگیرم دو تا یکشو بگیر. اون سوا کن منم. اون سوا کن منم دارم میام. خیلی رو داری. آره جنیه. باز کن اوستا. ببندون بس کنی خانم. خانم محترم بس کنی دارم میگیرم. سلام. سلام علیکم. سلام باشید. بفرمایید. شما هم اینجا میری؟ بله. به این خانم سرپرست عملیات و باند بگید که غلام میگه منو هستم، یعنی یه چیزی هم به ما بدید. این برای آخرین بار. جدی هم دارم میگم خانم. بگید جدی دارم که داره زنگ میزنه پلیس. تو یکو گرفتی پلیس؟ برای چی؟
برای اینکه یه چیزی هم به ما بماسته. ولی لو میده. عزیز من، ما اون چیزایی که باید میدادیم به اشخاصی قبلا دادیم. چیزی دیگه نمونده. شما هم روزی دو خدا حواله کنه جای دیگه. بفرمایید. تهش یه چیزی مونده. نه نمونده. مونده. نمونده بهت میگم. مونده دیگه. خانم. پس من گرفتم ها. منم. خدا دستت بگیرم هیچی چرخیزه همچیزه هیچی آتاش خالی من خب خودم چه شده؟ چه میدونم؟ ببین اوزا بذات بد خیته اینا بد دوم کلوفتن میگم زنگ میزنم پلیس اصلا این خیالشونی میگم بابا از اون چیزی که از اینجا در میگنی یه بخش کوچیکشو به ما بدین میگه چی گفتن؟ گوش کن میگه ما به اونی که باید قبلا بدیم اونو دادیم دیگه تا تهشو بخون خدا من تو توقع نداشتم که اقصاده باشی ما یه از یه مسئله داریم میگم که یه دستی داری میچکی یعنی چک میزنی کسی میتونه اینجا من پلیس بخره غلط زیادی کرده تلفن رو بدم زنگ بزنم 110 نه 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 باز نگو 110 ببین من تشخیصم الان در حال حاضر اینه که ما باید بکشیم کنار عقب نشینی کنیم دوره این قضیه رو خط بکشیم این همه دزدی میشه اینم روش تازه یه چیزی هم همه الان بزنم رسید بانک ها روزای جمعه هرچی تو حساب دارن چیکار میکنن میبرن میذارن تو بانک مرکزی احتمالا گاف صندوق خالیه خالم تلفن میدی بیا برم از تلفن من خواست زنگ بزنم 110 جان موافقت شد کاسب شدیم که چی مگه چکه کردی؟ حق سکوت ازشون خواستم اومدم بدن خدا تو قوی وجدان بودی من نمیدونستم کیه؟ سلام علیکم سلام توی لیلا کجا بودی؟ منم تو کجا بودی؟ چرا مغازه رو باز نکردی لنگ زهره؟ اصلا مغازه رو ولش کن برای چی؟ یه اتفاقایی داره میفته اینجا که بیخبری یه عطر ریختن تو خونه دکتر خب توی دیوار داره سلاخ میکنن کپسول رو بردن که بچپن تو بان گاف صندوق رو منفجر کنن و خلاصه سرخط من نمیخوام زنگ بزنم که پلیس بیاد اینجا خوب. فقط اینجا اگه الان پلیس بیاد تیر و تفنگو بگیره ببن من از شما تقاضا میکنم به خاطر جونت از اینجا برو راست میگی ببینم تو داری چی کار میکنی که میخوای منو سنگ قلاب کنی بیا برو اون بر خودم ببینم هیچی گفتم که حقیقت قبول نمیکنی بهت میگم برو اون بر خودم بعد ببینم تو چی کار میکنی برو بر این تو خبرینی خبره اون توه گفتم به بذار سنگر بگیر الان میریم تو چوبا هم این خودش سنگره بریم پشت ایشون صبر کنی یه دقیقه خودتونی چی خودت جفتتون خودتونی فکر نکنین اینجوریه اگه راستشو بهم بگی بهت هیچ کاری ندارم شما دوتا داشتین چی کار میکردین؟ آبجی چه ساعت تو کار الان زنگ بزنم پلیس همه چی رو میفهمی پلیس الان زنگ بزنم نه پلیس اومد خانم بفرما خودش اومده الان همه چی میفهمی قربان سلام سلام شما با سرداد تماس گرفتی؟ من تصمیم داشتم قصدش داشتم که به شما زنگ بزنم اونا اون تو ان همشون کیا؟ دوستا جناب سلام من این الان حال من خونسد براتون بگم یه عده دوستون تو هم من شخصاً معطلشون کردم که شما سر برسین دستگیرشون کنین بفرمایید تشریف آوردن خودشون سلام جناب سرداد خوش آمدید چه خبره؟ همین آقا ایشونن شما تماس گرفتین؟ بله من تماس گرفتم ایشون مزاحم ما شدن و از من باج میخواستن زورگیری میکنی حالیت میکنم سیاوزی ما خود زغالیم جناب سروان اینا رفتن اون تو بیل و کلنگ بردن دیوار رو سوراخ کردن میخوام منفجر کنم بانک رو بفرستم اون پشت بانک بفرمایید تشریف ببریم ببینم میتونم داخله ببینم؟ بفرم. بله خواهش میکنم حتما ما مجوز داریم کارمون هم قانونیه آره. بفرمایید شما با من بیا شما مواظب اینا با کمال ما چه باشه بفهم برو من خستم اینجا من جای بخوام برم میرم تو رفیقت اصلا حالش خوب نیست سایه دارویی دوایی دکتری چیزی این شانس مرده بدبخت دکتره خیلی سرش داروخانه چی داره صد بار بهت گفتم با این پسره خلاف نگرد برای چی این کارو میکنی؟ اجازه میده چی میگه؟ آخه خبر مرگم آبچی خانم من چیزه شب یه جا میخوام که بگیرم به کپم
کپ مرگم رو کجا بذارم؟ اصلا حالا این حرفا رو ولش کن. تو بیا برو، این خولم گیر افتاده گو نداره. این خانومه تو حرفش یعنی اون حرف تو رو بهتر مفهمه. برو بهش بگو ما قصدمون خیر بوده. فکر کردیم با هم که دارم میزنن. خانومه از اون شکایت کرده. تو برای چی انقدر جوش و جلا میزنی؟ از امشب هم بهت گفته باشم تو اونجا میخوابی. حق نداری با این پسر حرف بزنی. ببین چه قشقرقی راه انداخته. قهرتون راست میگه. خود چی راست مگه؟ تو میدونی؟ بیا. بیا گرفتاش جناب سرمون به درجه هاتون نظر من اصلا مال زورگیری نیستم. من توی محل میچرخم باند خلاف ببینم نفوذ کنم متلاشی کنم. از شما شکایت شده تو کلانتری همه چیز مشخص میشه. ببخشید. سلام علیکم. سلام علیکم. چیزه من فکر میکنم که یه سوء تفاهمی شده. باور کنید خانم شما اگر لطف کنید خانومی کنید از شکایتتون بگذرید خیلی بهتره، چون بالاخره ما اینجا همسایه ایم، داریم با هم زندگی میکنیم. خیلی بد میشه. این آقا برادر منه، ما توی مغازه، این مغازه مال ماست. این آقام که اینجا زندگی میکنه آدمه. بله آدم بدی هم نیست، ظاهرا نیتش خیر بوده دیگه. نمیفهمه دیگه. یعنی اینقدر میفهمه؟ نفهم. دستتون درد نکنه بگذارین خانم. میکنین آقا؟ نفهمم. بله نفهم. خب به خاطر خانم خوبی مثل شما من صرف نظر میکنم. دست شما درد نکنه. من هم صرف نظر میکنم جناب سروان. من از شکایت هم صرف نظر کردم. خیلی ممنون که تشریف آوردید. وظیفه‌مونه. منم فکر می‌کنم خودتون مشکلاتتون حل کنید بهتره. این دفعه اگه به مورد مشکوکی برخوردی اول زنگ بزن به پلیس. نمیخواد تو باندشون نفوذ کنی. همون. اعصابم داغون میشه باند خلاف. لطف کردین جناب سروان. خیلی ممنون. خیلی برادر دارم خانم. چاکرا قفاشیا. بفرمایید داخل. خودتا و چای هستش بزیدین کنیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. ما خیلی کار داریم. بعدم خدمت می‌رسیم. بزرگ قواری کردین. خیلی ممنون. ببخشید دارم میرم. بفهمید من فقط یه سوال دارم، سوراخه چی بودید که اپسوله چی؟ من الان به تو رضایت دادم. عزیز من اجازه بدید من توضیح میدم. ما داریم اینجا یه مرکز رفاهی بهداشتی خدماتی تأسیس میکنیم به نام اتاق اکسیژن. اتاق چه چی؟ اتاق اکسیژن. نفسامو بشمرو، خوابمو اندازه بگی، واسه زنده موندنم بهونه تازه بگی. نفسامو بشمرو، خوابمو اندازه بگی، واسه زنده موندنم بهونه تازه بگی. نه هوای عاشقی که بشکفم به اسم تو، نه جنون ساده ای که بشکنم طلسم تو. نفسم در نمیاد، ماهو از آسمون بکن، بذارین روزن راهیشه واسه عبور من. یارزه یه نفس نسیم دریای شما، منم و هنجره و حسرت فریاد مهار، من و تا ساحل چشمای ترم وصل کن. دستاتو پلی واسه خلوت این فاصله کن. نفسم در نمیاد، ماهو از آسمون بکن.